أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، إن أحببت أن تجاور الجليل في دياره وتسكن الفردوس في جواره فلتهن عليك الدنيا واجعل الموت نصب عينيك ولا تدخر شيئا لغد واعلم أن لك ما قدمت وعليك ما أخرت. امام صادق علیه السلام در این فرمایش نورانی به عبدالله ابن جندب یک راهکار بسیار مهمی رو در جهت توجه به عالم آخرت و تهذیب نفس و جهت دادن تعلقات گوناگون دنیایی بیان می‌فرماید که از مسائل بسیار مهم خودسازی است و اون این است که می‌فرماید انسان باید همت بالا داشته باشه، مقصدش مقصد عالی باشه در زندگانی دنیا و آن ارتباط خاص با ذات اقدس الهی است. اگر کسی یک چنین مقصدی داشته باشد، باید نسبت به تعلقات این عالم و فعالیت‌های زندگانی دنیا اهمیت به سزایی به این فعالیت‌ها و این تعلقات نده و زندگانی دنیا رو همونطور که قرآن کریم برای ما ترسیم فرموده متاع است و نسبت به عالم آخرت در بعضی از آیات هست قل متاع دنیا قلیل، بگو ای پیامبر ابزار دنیا کم است، کوچک است نسبت به زندگانی عالم آخرت، چون زندگانی در این عالم محدوده هم از جهت کمی محدوده، کمی در تصرفات انسان نسبت به اموری که تحت تصرف قرار میده و هم از جهت زمانی محدوده. بیشترین به حال عمری که برای انسان متصور است و تحقق پیدا کرده طبق بیانات قرآن و روایات، عمر حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام است. 2000 سال اینطور که روایت است، 950 سال پیامبری اون حضرت بود. اما باز
این زندگانی در مقایسه با عالم ابدی که محدودیت زمانی نداره کمه، نسبت به عالم آخرت که انسان میتواند تصرفات گوناگون داشته باشه. قرآن کریم فرد لهم فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در عالم بهش هر چرا که نفس انسان اشتها داشته باشه هست. دیگه فاصله مکانی اونجا مطرح نیست، فاصله زمانی مطرح نیست، عالم خاصی است. امورات اون عالم به مشیت انسان تعلق داره، نه به فعالیت‌ها، فعالیت‌های خارجی، اعضا و جواره و کسب کردن از امور خارجی. آنچه را که انسان بخواهد حاضره. یک چنین عالمی است، منتها باز بیشتر از آن است. در یک آیه می‌فهمند که ولدینا مزید، انسان هر چرا که بخواهد در عالم آخرت و بهشت مخصوصا وجود دارد، منتها نزد ما بیشتر از آن است. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. آیه 35 سوره مبارکه قاف. بله. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب سلیم، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها. و در مقابلش هم جهنم هم به هر حال یک چنین ادعایی داره که وقتی در او ریخته میشه همواره طلب زیادتر میکنه. و یوم نقول، آیه قبلشه، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. بله. هر حال الان این هل من مزید جهنم به نظر میرسه تنها برای جهنمی ها نیست که جهنمی های زیادتری رو میخواد، بلکه خود اهل جهنم هم با چنین خصوصیاتی، اونی که مخلد است، دیگه هل من مزیدش در جانب شره. نعوذ بالله. به هر حال میخواهند که باید زندگانی دنیا نزد کسی که چنین مقصدی رو دنبال میکنه سبک باشه و برای چنین امری انسان میخواهند که همواره مرد جلوی چشمش باشه، که در این حالی که باید برنامه ریزی انسان داشته باشه در زندگانی مادی، هم برنامه ریزی دنیایی هم برنامه ریزی آخرتی، یعنی هر کسی یک شغل مناسبی رو به هر حال نیاز داره و خدای متعال هم ما رو با این نیازهای مادی ایجاد کرده. و در عالم هم چیزهایی که این نیازهای ما رو برآورده کنه خدا قرار داده. این دوتا با هم دیگه در و تخته با هم دیگه به حال جوره.
خدا جورش کرده. پس نمیشه این امر رو نادیده گرفت. و از طرفی انسان به طور طبیعی میخواد یک آرامشی در زندگانی دنیا هم داشته باشه. حالا یه فعالیتی میکنه به اندازه خودش نیازهاش برآورده بشه. فرمودن نه، از طرفی اونقدر انسان حریص باشه که آرزوهای طول و دراز داشته باشه که از جهت عقلایی برآورده شدنی نیست، و از جهت شرعی هم انسان رو به فعالیت‌های نامطلوب بکشانه از این طرف، و از اون طرف هم فرمودن انسان بیکار نباید باشه. انسان بیکاری که نه در جهت عالم آخرت و در جهت کسب امور دنیایی فعالیت بکنه، اینم مبغوضه. خب جمع بین اینها این است که انسان یک حدودی داشته باشه، که در دو سه جلسه قبل این قسمت از حدیث رو هم اشاره کردیم. حالا این قسمت به همین معناست که از انسان که برای فردا چیزی رو ذخیره نکن، یعنی اونقدر انسان زندگانی برای او به صورت قطعی جلوه نکنه که من در هر صورتی به حال هستم. نه، این دیدگاه برای ما نباید باشه. از اون طرفم به صورت قطعی میمیرم؟ نه. اگر انسان این رو هم تو ذهنش بیاد، یه استرسی براش پیدا میشه که اصلا دست به هیچ کاری نمیزنه. باید تعادل براش حاصل بشه. انسان از جهت روحی روانی همواره نیاز به تعادل داره. هم جنبه مثبت رو باید در امورات دنیایی در نظر بگیره، هم جنبه منفی رو. اگر یکی از این جنبه ها در هر جهتی به چربه، یک لغزشی برای انسان یا از جهت دیدگاه یا از جهت عمل کرد پیدا میشه. من وجودم رو حتمی بدانم، پس یه مشکلی که پیش میاد توقع ندارم. من سالمم، حتما این سلامت میمونه. من جایگاه دارم، حتما این جایگاهم هست. مال دارم، حتما در هر صورتی این هست. نه، چه میدونیم، شاید از این در. اما از یک طرف باید ما به اون لطف خدا دلبند باشیم. این توجه به حتمیت امور این عالم نسبت به خودمون، این مطلوب نیست که دیدگاه ما رو از فیض الهی به هر حال غافل بکنه. و از طرفی هم انسان نباید اون جهتی که دارد رو غافل بشه. و اما به نعمت ربک فحدث، چون از اون اموری که در اختیارش گذارده شده سوال می شود انسان. بنابراین حد وسط همینه، هم به داشته ها توجه کنه و هم این که این داشته ها رو خدا لطف کرده، و هم این که این داشته ها رو از اون طریقی که خدا و دین خواسته اند به دست بیاره، و در اون طریقی که خدا و دین فرموده است استفاده بکنه. خب اگر با چنین دیدگاه و روشی انسان زندگی بکنه، خب موت، مرگ جلوی چشمشه. یعنی حتمیت بودن در این عالم بهش شکل نگرفته که این ارتباطات 100% باشه، این علقه ها 100% باشه.
این ارتباطات 100% نیست، علقه ها هم 100% نیست که اون رابطه قلبیه. منتها انسان دچار غفلت میشه، از مرگ غافل میشه، این هم باید توجه داشت. لذا فرمودند و علم، این هم بدانیم آنچه را که ما پیش میفرستیم از خوبی ها برای ما میمونه، ان لک ما قدمت. اینا باورها باید بر انسان بمانه. اگر تأخیر بندازیم، یک فرصتی پیدا شده که خدا به ما فرصتی داده که وظایفمون انجام بدیم، از محرمات دوری بکنیم، اینو نادیده بگیریم، و علیک ما اخرت، اگر تأخیر بیندازم این بر ضرر من تمام میشه. خب نتیجه این که دیدگاه صحیح زندگانی دنیا این دیدگاه هست که خدا مرا تو این عالم آورده، این عالمم عالم امتحان است، در هر شرایطی برای مقصد اعلا که قرب به خودشه، و اموری رو هم در اختیار من گذارده، و این عالم عالم گذراست به عالم ابدیت. این مسائل در فعالیت‌های گوناگون انسان باورش باشه و در فعالیت‌ها ازش غفلت نکنه، چون گاهی یه باوری هست، این باور تو زندگانی عملی نشون میده که تو صندوق خانه منزل دلم قرار گرفته، عملم نشون نمیده که من مرگی هم هست، باور نسبت به مرگم دارم، این عملم نشون نمیده. نه، عملم باید نشون بده که دنبال اون هدف بالا هستم، زندگانی دنیا برام مقصد نیست بلکه راه است. این راه رو هم باید راه صحیحی قرار بدمش، و صراط مستقیمم تو همین جاست. اهدنا الصراط المستقیم، بر زندگانی دنیا صراط مستقیم خلاصه نهاده شده، منتها با یه دیدگاه دیگر، با دیدگاه امامت الهی، که صراط فرمودن دو صراطه، یک صراطی در دنیا، یک صراطی در آخرت. صراط آخرتی امامه، که ما اگر زندگانی دنیاییمون رو، تفکرات و راه و روشمون رو در شؤون گوناگون زندگی بر اساس امامت حق قرارش بدیم، در صراط مستقیم از همین جا خلاصه داریم این صراط مستقیم رو میریم. و زندگانی دنیا هم که فی حد نفسه یک زندگانی شقاوتمندانه ایست، ما را از قرب الهی دور میکنه، تو این زندگانی قرار گرفتیم. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس نیست مگر اینکه ورود بر جهنم میکنه، این حتمی است. منتها عده‌ای به طور صحیح از این امور خارج میشن، وارد میشن و خارج میشن، و هیچ به هر حال تأثیری از این شقاوت نمیگیرند یا کم میگیرند. عده‌ای که اصلا نمیگیرن اون بندگان خالص خدای متعال هستن، عده دیگری هم در این بین یه تأثیری میگیرن و بعدش با یه سرعتی حرکت میکنن. فرمودن همه بر صراط میگذریم، منتها عده‌ای به طور سریع رد میشن که اصلا احساس
گرمای جهنم رو نمی کنه. که گرمای جهنم رو به این صورت تعبیر شد، اون جنبه شقاوت، بدبختی، فرو رفتن در دنیا، اینا عده خاصی هست، اونا سابقین هست. عده هم کند میرن، عده هم میرند و میفتند و میرن آخرش نجات پیدا میکنن، عده هم که میرند و میفتن. اونایی که میرند و میفتن از قبیل کفار و مشرکین و اینا هستن که تا آخر این شرک و کفر رو پذیرفتن، میخوان همیشه تو اون شرک و ظلم و تجاوز بمانن. بنابراین باید توجه داشت که زندگانی دنیا را ما بر اساس چه نقشه ای خلاصه ترسیم میکنیم. آیا بر اساس نقشه الهی یا نقشه نفسانی؟ اگر بر اساس نقشه نفسانی و شیطانی ترسیم کنیم، قطعا ما به هر حال میمانیم. این آیه که خوندم در سوره مبارکه مریم آیه 71 است که حالا تکمیلش میکنم که قبل و بعدش رو هم در نظر بگیریم، مطالب بسیار مهمی رو دلالت داره. و ام منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. دنبالش اینه، آیه 72. متقین را ما نجات میدیم. حالا از اولین درجه تقوا گرفته که ایمان صحیح، و این ایمان رو به طور فل جمله انسان نشون بده، تا بالاترین مراتب تقوا که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ظالمین را با زانو در جهنم به هر حال رها میکنی، یعنی حرکتش حرکت جهنمیه، چون خودش انتخاب کرده میگه رهاش میکنی تو همونجا. ورود پیدا کرده، همه وارد میشین، میایم میریم، پلی که بر رودخونه قرار میدن میگن ورود رفت آمد، اونتا اون پل رو میگن جسر این رودخانه، پل صراط، نه تشبیه دیگه. این دنیا هم به نوعی صراط ورود و خروج داره، ورود تو این عالم و خروج. بعد این صراط را با چه صراطی؟ با صراط مستقیم ما منطبقش بکنیم، اینجا میشود متقیم. فرمایش امام صادق علیه السلام در این سفارش همینه: و علم ان لک ما قدمت، بدان آنچه که تو پیش میفرستی برای تو خواهد بود. یعنی فرصت ها رو ما غنیمت بشماریم.
این فرصت ها رو ازش استفاده بکنیم، استفاده خوب بکنیم، این به نفع ما تمام میشه. اون وقت اگر از این فرصت ها استفاده نکنیم به ضرر ما تمام میشه، چون در اختیار ما خدای متعال قرار داده این نعمت ها را، هر کسی به اندازه خودش. حجت رو خدای متعال بر همه تمام میکنه و بازخواست خدای متعال هم به لحاظ اون فرصت هایی است که در اختیار انسان قرار داده و می توانسته استفاده بکنه با این قیودا. بله اگر نمیتونسته اون یه حکم دیگه ای داره، بهش نرسیده یه حکم دیگه ای داره. اون مقداری که بهش رسیده و می توانسته انتخاب بکنه، گاهی بعضی ها نصف روزه بهشتی شدن، قبلش جهنمی بودن. این بستگی به انتخاب داره. شخصی به پیغمبر کریم صلوات الله علیه و آله برخورد کرد و مسیحی بود یا یهودی، اونجا به حال مسلمان شد، یک مرضی گرفت و فرداش از دنیا رفت. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود بریم تجهیز برادر مسلمان. آمدن در خانه این شخص، مسلمان ها گفتن آقا شما به هر حال یه چنین تعبیری میفرمایید، برادر مسلمان رو تجهیز بکنیم با چنین جایگاهی؟ فرمود حال این بهشتیه دیگه، این مسیر رو به دست آورد، هدف رو انتخاب کرد و میخواست در این مسیر باشه. اگر فرصت پیدا میکرد اعمال صالح انجام میداد. عمده اینه که انسان با یک بینشی مسیر رو انتخاب بکنه و بخواد همیشه در آن مسیر باشه و عملم نشون بده تا وقتی که فرصت هست. و شبیهش نسبت به کسی که از اهل سنت بود، بعد به واسطه به هر حال توی قافله می رفتند و مریض شد. پسر برادر این شخص دید که داره عموش از دنیا میره و گفت اون اواخر عمرش حق رو بهش بگم که ما برای یک مولایی داریم و او بر حق است و به هر حال چون از حال و هوای این شخص اعتماد بهش داشت، همون رو میپذیره. بعدش به هر حال دنیا میره، حالا ذهنم نیست کدام یک از ائمه علیهم السلام برخورد میکنه، حضرت میخوان که این اهل نجات شد، او در حال به سعادت رسید. عرضه داشتن که او فرصتی نکرد اعمالی طبق دستور شما انجام میده. حضرت هم همین که تو این مسیر بود اگر در حال عمری پیدا میکرد، میخواست خودش رو منطبق بکنه با دستورات اهل بیت علیهم السلام. بله به هر حال در ادامه حضرت فرمودند یبن جنده من حرم نفسه کسبه فانما یجمع لغیره. یکی از تذکراتی که حضرت میدهند و اینکه انسان در زندگانی دنیا بهره خوبی نمیبره اینه کسب حرام داشته باشه. هشدار میدن داره تلاش میکنه از این امکانات استفاده میکنه، منتها این امکانات رو در مسیر باطل داره به دست میاره. کسب حرام اگر انجام بده، میخواد که این کسب رو به غیرش میگذارد. بله حالا یا به این معناست که این نمیمانه و به هر حال دست به دست میشه تو همین دنیا، یا اینکه اگرم از دنیا بره ورثه این رو به هر حال میگیرند و استفاده خودشون رو میکنند، اون بیچاره بعد بازخواست پس بده.
هر دوشو شامل میشه. پس البته کسی هم که کسب حلالی داره ممکن است در آسیب‌ها قرار بگیره، این هم هست. منتها اون کسی که در مسیر خیر قرار دارد و استفاده بهینه میکنه، اگر هم خدای نکرده آسیبی در شغلش پیدا بشه، ضرر معنوی نمیکنه. این رو باید توجه داشت. تنها ضرر رو ضرر دنیوی به هر حال معنا نکنی. این جمع به غیر رو دو جور بنده معنا کردم، هم اون جنبه دنیاییش که شخص به هر حال ممکن است به حال مبتلای به قانون بشه و قانون بر او جاری بشه و ازش گرفته بشه، یا برای عالم آخرت. به هر حال از اون مسائلی که انسان با به هر حال منفعت حرکت میکنه، یکی از اون مسائل همین است که حضرت فرمودند: من اطاع هواه فقد اطاع عدوه. کسی که از هوای نفسش اطاعت بکنه، از دشمنش اطاعت کرده. خلاصه در ادامه عرایضی که از فرمایش حضرت استفاده کردیم، دارن امام صادق علیه السلام ما رو به نحوه زیستن صحیح در زندگانی دنیا توجه میدن، که زیستن صحیح این است که ما بفهمیم که خدای متعال ما رو برای چی آفریده و چه امکاناتی در اختیار ما گذارده. این امکانات رو در جهت خود خدا و دستورات الهی قرار بدیم. اگر این امکانات رو در جهت دستورات الهی قرار ندیم، در جهت هوای نفس قرار دادیم. انسان بین دو تا هوا بیشتر قرار نداره، یا هوای الهی خواسته حق یا خواسته نفس. همواره در کشاکش این دو تا خواسته انسان در زندگانی دنیا به سر میبره. منتها این بستگی داره که ما چقدر خودشناسی واقعی داشته باشیم. اولا اگر خودشناسی واقعی داشته باشیم، خداشناسی واقعی هم خواهیم داشت. خداشناسی واقعی ما رو به دین شناسی هم میکشانه، امام شناسی هم میکشانه. اون وقت این خودشناسی ابتدایی ما رو به تبعیت از به هر حال دین الهی وادار میکنه. اگر این گونه نشه، به هر حال مبتلای به غضب الهی میشه، که خدا میفهمد من یحلل علیه غضبی فقد هوا. کسی که غضب من دامنگیرش بشه، او حرکت زیرزمینی داره، فرود داره، صعود نداره. هوی اون حرکت هر حال فرود رو به پایین بیان میکنند. انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش همه ما رو متنبه بفرماید، ما رو به خودشناسی و خداشناسی، دینشناسی، امامشناسی و راهشناسی صحیح نائل بفرماید، که لحظه ای از اون راه و روش حق تعالی انحراف پیدا نکنی. خب، ماه ربیع الاول است و متعلق به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. حلول این ماه با لطف و
برکت است و در این ماه تولد یگانه عالم قرار دارد، اما در این حال هشتم این ماه مصادف با شهادت جانسوز یازدهمین خلیفه الهی امام عسکری علیه السلام است. در آستانه شهادت اون حضرت هستیم و روز جمعه متعلق به مولامون امام زمان علیه السلام به ساعت مقدسش تسلیت عرضه می داریم. امام عسکری علیه السلام در مزیقه خاصی به سر می بردند و ائمه علیه السلام این چنین بودند به طور کلی. حاکمیت های بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس علیهم لعائن الله این اولیا رو در فشار و مزیقه قرار داد که امکان رساندن معارفشون رو به طور آزادانه و پیاده کردن معارفشون رو نداشتند. خب در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام نوعی امکان رساندن بود، اما امکان پیاده کردن نبود. در زمان ائمه دیگر علیهم السلام این دوتا هم به طور هر حال کامل براشون نبود، نه امکان بیان کردن معارفشون و نه امکان رساندن، تا زمان امام هادی بالاخص امام عسکری علیه السلام که خب شنیده بودند که امام دوازدهم که منجی عالم هست علیه السلام از این امامه، لذا با حیله های مختلف به ذهن خودشون خیال میکردن که نفوذ پیدا بکنن در خانواده ایشون، میتوانن دسترسی به این حجت الله الاعظم پیدا بکنن. در این حالی که به هر حال هشداری بود برشون، به نوعی هم باور داشتن به این مسئله، اما باوراشون باور مطابق با حق نبود دیگه. این باورشون بر علیه خودشون تمام شد که اینا سوء استفاده کردن. به جای اینکه خودشون رو تحت لوای این اولیا قرار بدن، نقش ریزی کردن که این اولیا رو از بین ببرن. قرآن کریم هم بیان میکنه و جهدوا بها و استیقنتهم انفسهم ظلمن و علوبن. فرعونیان یقین داشتن به حقانیت حضرت موسی هستن، منتها انکار کردن، انکار عملی، انکار اعتقادی. اینها عذابشون مضاعف است. لذا امام عسکری علیه السلام به انواع مختلف جهان شیعه اون روز رو هدایت و رهبری می کردند، به انواع مختلف نصیحت می کردند که به هر حال شیعیان تو این مزیقه که قرار دارن قدر خودشون رو بدونن. این قدر شناسی خیلی مهمه. یک وقت در فشارها دست از اون مسیر خلاصه بر ندارن. سفارش گوناگونی امام حسن عسکری علیه السلام دارن، حالا سفارش به مراد کردن وظایف دینی و مسائل اخلاقی، ارتباط خوب با مسلمانان دیگر که هم نشون بدن که به هر حال شیعی هستند و همین که درست شناخته نشن
دستگیر بشن در زمان حاکمان ظالم و فرمودن اتقوا الله و کونوا زینا، تقوای خدا رو داشته باشید و زینت باشید. ولا تکونوا شینا، مایه برحال بدگویی ما نشید که شما را ببینند به ما بدگویی بکنند. جرو الینا کل مبدته، همه دوستی ها را به سوی ما بکشانید. این محور اهل بیت علیهم السلام باید باشند در همه زمینه ها، هم در جهت تبلیغی ما اون محور رو غفلت نکنیم و روش رو به هر حال بهش توجه کامل داشته باشیم، هم از جهت عملی محبت ها رو میخوان که به سوی ما بکشید. چرا؟ چون ما جز نیکی خوبی چیزی نداریم. فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهل، هر خوبی که گفته بشه درباره ما اهلشی. انزو که ادخیل کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، اینو دقت داشته باش که ما به کجا انتساب داریم، خودمون رو نبینی. خود این انتساب فضیلت وقتی توابعی داره. ودفعوا عنا کل قبیح، هر قبیحی رو هم از ما دفع کنید. چرا؟ اما قیل فینا من سوئن فما نحن کذلک، هر بدی هم که گفته بشه ما اهلش نیست. اینها مطهرن، پاکانن، لذا باید حساب کار خودمون رو بکنی، مخصوصا تو این زمان که به هر حال یه نمودی از حکومت اهل بیت علیهم السلام آمده. ما بدانیم که منطق اهل بیت علیهم السلام چیه، التزام 100% به دستوراتشون و تبری از دشمنان، دوری از دشمنان تو همه مراحل. خب محوریت هم داریم دیگه، محوریت ما رهبری است که این حقیقت رو برای ما در حال قولا و عملا دارن نشون میدن. و بعد لنا حق فی کتاب الله و قرابت من رسول الله و تطهیر من الله لا یدعی احد غیرنا الا کذاب. ما یه پاکی خاصی داریم، یه قرابتی داریم، اینو خیلی مهمه، امام شناسیه که امام رو، امام حق رو بشناسیم کیه، هم از جهت نسل به این اولیا و هم از جهت حق. صرف نسل کفایت نمی کنه، این کسانی که خودشون رو به هر حال از منصوبین امام زمان این ایام چقدر دارن به هر حال سوء استفاده می کنن، عده بیچاره رو به سوی خودشون کشاندن به نام احمد ابن الحسن، و این طرف تو افغانستان یه شخص جدیدی آمده بود و همینطور هر روز یه مدعیانی میان. من نه توجه داشته باشیم، امام عسکری علیه السلام اون موقع میفهمد ما حقی در کتاب خدا داریم و قرابتی از رسول الله، این دوتا، و تطهیری از جانب خدا، سه تا شاخصه داره امام. لا یدعیه، این سه تا را کسی ادعا نمی کنه جز کذاب. شاخص ها برای ما بیان شده از زمان غیبت چگونه باید باشیم. همواره خودمون رو باید بسپاریم به این اولیا و ازشون کمک بخواهیم و که ما رو انشالله دستگیری بکنن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. چقدر دل مبارک امام زمان علیه السلام داغدار شد در شهادت پدر بزرگوارشون. السلام علیک.
سلام باد به مهدی و دیده ی تر او که شد ز داغ شهیدان فسرده، خاطر او کسی که شاهد صد قرن داغ تاریخ است، شکست داغ پدر باز قلب اطهر او بگو. امام یازدهم افتاده در بستر، بگو که مهدیش آید کنار بستر او. قربانت شویم یا ابن الحسن آقا جان، چه گذشت به شما اون وقتی که پدر بزرگوارتون شما رو خواستن در کنارشون، شربت مستکی رو به دهان مبارکش بگذاری. پدری که در جوانی مسموم شد، شخص شب خورده تشنه میشه، حتما در اون حال به یاد جد غریبت حسین افتاده. آخر الامر هم اونقدر بدن مطهرش میلرزید از شدت تأثیر زهر، نتوانست آب را به کام به جگر سوختهش برسانه. حتما در اون حال به یاد جد غریبت حسین افتادی، اون وقتی که در گودی قتلگاه افتاده و خون از بدنش جاریه، اونقدر خون رفته که بین او آسمان مانند دود ظاهر شده، از اون لبان خشکیده سرازد یا قام از خونی شربتم من الماء، لقد نشبت کبدی من الزماء، جگرم پاره پاره شد. آیا بشدادان نه یک مرد بس کنه سینه سنگین شد و جمر و جالسون علا صدره.